سلام با شما خوبان نخبگان به این نوبت از برنامه باستاب خوش آمدید وقتی یک استاد دانشگاه دهن باز می کند نوشته از میر بهادر منتشر شده در خبرگزاری آریا پرس چند روز قبل یک فایل صوتی استاد فیض الله جلال دست به دست شد که ظاهرا با کسی معلوم نیست که کیست صحبت دارد و در برابر نوشته شخصی به نام آریایی واکنش نشان می دهد هرچند من آن نوشته را نخواندم اما از گپ های آقای جلال معلوم می که او را نصیحت کرده تا از فهش و دشنام دادن مردم پنشیر دست بردارد که این کار شایسته یک استاد دانشگاه نیست آقای جلال که گمان کرده این نوشته از طرف جبهه مقاومت با اسم مستعار نشر شده اعصاب معمولا ناآرام او را ناآرام ساخته است و با عصبانیت فوقلاده انان انصاف را از دست می دهد و هرچه از دهنش می آید به آدرس عموم پنشیریان بیرون می اندازد و به ادبیات کوچه بازاری و در سطح افراد چون نستوه نادری رو می آورد. من با عصبانی شدن او کاری ندارم چون یک امر غریزیست است اما توقع ما و شایسته یک استاد دانشگاه این بود و است که سخن تحقیقی و مستند بگوید و حقیقت را قربانی عصبانیت و اقده های شخصی خود نسازد با وقار و متانت یک استاد دانشگاه و رعایت افت کلام و ادب یک آدم تعلیم یافته حرف بزند با گونه ای که شنونده بتواند حرف یک استاد دانشگاه را با گپ بچه های کوچه فرق کند که متاسفانه استاد جلال از فرط احساسات و شدت عصبانت هیچ کدام اینها را رعایت نکرده است. چنان معلوم می شود که آقای جلال عقده بیش از حد و مفرد با عموم پنشیریان دارد که هیچ کسی را استثناء قرار نمی دهد و از نهایت بغض و حسادت به کنایه پنشیر را دره یاد می کند. پنشیر حالا یک ولایت و هفت ولسوالی است از نظر ایشان در این ولایت یک آدم خوب وجود ندارد بجز از ریگستانی که شاگرد او بوده و آدم لایق و با آدب است و غیر این استاد بزرگوار فاکلته حقوق نیم ساعت کامل با آدرس پنشیریان و بزرگان پنشیر فحش و دشنام داده اتهام بسته دروغ های گفته تحقیر و تهدید کرده علی رغم این همه انتظار دارد که پنشیریان به او احترام بگذارند و در قبال چرندیات و اتهامات او سکوت کنند او که در برابر یک نوشته نصیحت و احترام آمیز نیم ساعت فحش گفته و دشنام داده آیا چنین توقعی می تواند از یک انسان نرمال متصور باشد فایل نیم های آقای جلال علاوه بر اینکه سراسر دشنام و اتهام است پر از تناقضات نیز هست که گاه مردم پنشیر را به هیچ نمی خرد و در مقیاس اقوام دیگر و تاجیکان کم اهمیت نشان می دهد و در جای دیگر پنشیریان را گرداننده اصلی و همکاره مسائل جنگ و سیاست و اقتصاد و فرهنگ در چهار دهه اخیر در افغانستان معرفی می کند. این تناقض گویی ها می تواند نشانه یک ذهن آشفته، روان بیمار و اعصاب نارام باشد که آقای جلال در این فایل ظاهر گردیده از خداوند برای شفای عاجل میخواهم در ابتدا فکر کردم که گفته های او ارزش جواب دادن را ندارد چون نهایت پوچ و بیبنیاد است و جواب آن می تواند دشنام باشد که شاید بعضی ها این کار را کرده باشند و من اهلان نیستم اما بعدا فکر کردم که سکوت در برابر اتهامات سنگینی که بارها در رسانه ها به این آدرس گفته نشود که نزد دیگران به معنای تصدیق و تسلیم تفسیر رو تعبیر شود از این رو ناگزیر شدم تا به بخش از اتهامات او که در واقع دروغهای های شاخدار است پاسخ بدهم چون سیومین بار است که آمر صاحب را قاتل هزاران روشنفکر فکر در ولایات شمال معرفی می کند. باید روشن بگویم که هدف از این نوشته دفاع از کارکرد پنچریان و سرپوش گذاشتن روی خطاها و اشتباهات هیچ کدام آنها نیست زیرا هر کنشگر سیاسی به اندازه مسئولیت ساحه صلاحیت و فعالیت خود اشتباه می کند هر که بیشتر کار کند بیشتر در معرض اشتباه کردن قرار می گیرد بنابراین کسی که در خانه بنشیند و دست به کاری نزند طبعا اشتباهی نمی کند. این قاعده یکسان شامل پنشیریان و غیر پنشیریان می شود. حالا که فرافکنی این دست از تاجکان به جای رسیده که خود را فاقد اراده و اختیار و بیصلاحیت و بدون مسئولیت معرفی کنند و خشتن را روبات بدانند که ریموتشان در دست پنشیریان بوده تا به سردمشت آنها بازی کنند و در هر بازار آنها را معامله کنند و بفروشند. جای تحمل و با کاراندازی عقل خدا داد است. آقای استاد حقوق پرده حسادت و تعصب را از چشمت دور کن و یک بار هم شده به حقیقت نگاه کن که در 20 سال جمهوریت تنها پنچری ها نبودند که در نظام حضور پر رنگ داشتند دیگران هم صلاحیت و مسئولیت داشتند و بدون شک آنها هم مانند پنچریان مرتکب اشتباهات و خیانت های خرد و کلان شدند که حالا فرصت پرداختن بدان و ضرورت بیان آن نیست نه آقای جلال پنچری ها هم کاره نظام و گرداننده دولت نبودند و قدرت سیاسی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کلا در اختیارشان قرار نداشت. کسی را حامد کرزه و اشرف غنی می گفتند که 20 سال به زور آمریکا و با سه بار تقلب و گسترده و آشکارا در انتخابات به کرسی ریاست جمهوری نشانده شدند با قدرت حکومت کردند. مارشال را خانش نشین کردند و احمد زیا مسعود قانونی، دکتر عبدالله، بسم الله، امرالله و دیگر پنچیریان و همچنان جنرال دوستم اسماعیل خان استادتا محقق خلیلی را از قدرت حکومت کنار زدند در این مدت از اقوام دیگر معاونان رئیس جمهور بودند وزرای کلیدی و والیهای مقتدر داشتند در میان تاجکان غیر پنچیری والیان بسیار مقتدر تا سطح امپراتور بودند که گمرکهای پردرآمد را در دست داشتند که سرمایه‌های انگفت اندوختند وزیر و سفیر بودند رئیس پارلمان لوی درستیز قمندانان قل و اردو جنرالان عالی رتبه معینان و افراد با صلاحیت زیادی بودند آیا اینها هیچ صلاحیت و مسئولیتی نداشتند آقا تو در کجا بودی که از این همه واقعیت ها بی خبر هستی یا اینکه عقده حقارت و پنشیر ستیزی چنان بر تو مستولی گردیده که در روز روشن آفتاب را نمی بینی چشمت را میبندی بندی و دهنت را باز می کنی و هر چرندی که به ذهنت آمد بی بیرون پرتاب می کنی. آنچه مرا واداشت تا چیزی در جواب دشنامهایت بنویسم به بی انصافی لجام گسیخته و اتهامات بسیار سنگین و مکرر تو نسبت به عامر صاحب بود که نهایت بیخبری تو را من حیث استاد فاکلته حقوق و حالا تحلیلگر سیاسی نشان میدهد البته پاسخ دادن به همه اتهامات در این نوشتن نه مقدور است و نه هم ضرور بنابراین به مهمترین آنها میپردازم آقای جلال در اولین اتهام خود میگوید گوید ها چهره های شاخص را چه در جهاد و چه در مقاومت روشنفکران و دیگر اندیشان را ترور کردند در بدخشان در هرات در مزار در کابل در کاپیسا و پروان و حتی در هر جای دیگر اولا نمیدانم که این آقا در شروع جهاد و در هنگام مبارزه مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی و رژیم خلق و پرچم تحت الامایه آنها در کجا تشریف داشت و مربوط به کدام یکی از گروه های چپی بوده که این قدر از دنیا و تاریخ بیخبر مانده است جناب استاد معظم جهاد در تابستان سال 1358 در پنجشیر شروع شد و پیش از آن در ولایات کنر، نورستان، بدخشان، هرات و بسا مناطق دیگر افغانستان شروع شده بود تا سال 1365 احمد شامسود مصروف جنگ و دفاع در برابر حملات پیهم قوای شوروی بود خدمتتان عرض شود که از ابتدای سال 1359 تا تابستان سال 1364 قوای شوروی ده بار به با پنشیر لشکرکشی کرد که اصلا مسعود فرصت پرداختن به کارها در خارج پنشیر را نداشت او اولین بار در سال 1362 که در پنشیر آتش برقرار بود به سمت شمال رفت که در ماه قوس 1362 جلسه سراسری قمندانان چهار ولایات شمال شرق را در منطقه شرشر ولسوالی اشکمش دایر کرد که بعدها شالوده شورای نظار قرار گرفت چند ماه بعد و در بهار سال 1363 قوای شوروی برای بار هفتم به با پنجیر لشکرکشی کرد که مسعود تا خزان سال 1364 که شوروی سه عمله دیگر انجام داد مصروف جنگ با قوای شوروی بود که بعد فرصت یافت در خزان 1364 مجددا به سمت شمال برود و در دره خیلاب که امروزه به نام گذرگاه نور یاد می شود مستقر شود در بهار سال 1365 پایگاه خیلاب او هم مورد حمله کماندوی روسا قرار گرفت مسعود بعد از دفع حمله روسا ابتکار عمل را در شمال به دست گرفت و چندین عملیات بزرگ را به همکاری قمندانان و مجاهدین مناطق مختلف سازماندهی و راه اندازی کرد که در هر کدام دستاوردهای کلانی داشت به طور مثال در ماه 1365 گارنیزون و ولسوالی فرخا را فتح کرد در اقرب همان سال فرقه و ولسوالی نهرین را تصرف نمود در سرطان سال 1366 گارنیزون و علاقداری کلفگان و در اقرب همان سال گارنیزون و کران و منجان را فتح کرد در سال 1367 با تصرف گارنزون باغ زخیره شهر طالقان کاملا آزاد شد و ولایت تخار در افغانستان اولین ولایتی بود که به تصرف کامل مجاهدین درآمد در سال 1369 گارنزون و ولسوالی خواجهغار را تصرف نمود خوشبختانه از همه این عملیات ها و دستاوردها اسناد معتبر و غیر قابل انکار وجود دارد و مانند گپ های تو هوایی و بی بنیاد نیست مسعود به سلسله عملیات پاکسازی خود در سمت شمال در سال 1369 پایگاه دولت در شهر بزرگ بدخشان را مورد حمله قرار داد که غند سازایی ها بود اما شکست خورد علت این شکست را آقای جلال در مصاحبه با تلویزیون بهار گفت که یک زن بوده که در برابر لشکرکشی عظیم مسعود در یک موضع مقاومت کرده و حمله بزرگ مسعود را دفع کرده است اگر گپ آقای جلال درست باشد پس هزاران ملیشه مرد کانجا بودند چه میکردند که مسئولیت جنگ و دفاع و سرنوشت مرگ و زندگی خود را به دوش یک زن گذاشته بودند ای کاش آن زن قهرمان حالا هم زنده باشد و یا از وی بچه و دختر مانده باشد تا طالبان را هم سبق مقاومت بدهند. آقا به خود بیا وقتی احمد شاه مسعود به سمت شمال رفت هفت هشت سال از شروع جهاد در آن ولایت سپری شده بود تصفیه حساب تنظیم های مجاهدین و به گفته تو با روشنفکران به پایان رسیده بود در طول این مدت هزاران نفر از جوانب مختلف کشته شده بودند به ولایت دیگر نمیرم و فقط راجی به ولایت بدخشان گپ میزنیم وقتی برادرت را مجاهدین در درواز کشتن قاتل برادرت کی بود پنجشیری یا دروازی خبرداری که در مناطق دیگر بدخشان چه کشتارهایی صورت گرفته بود فقط در دره یومگان در سالهای اول جهاد صدها نفر بین خستکی ها و در دره ها و قریه های دیگر کشته شدند بهترین قماندان هایشان به وسیله یکدیگر به قتل رسیدند نورالهای را وزیرخان کشت وزیرخان را سید نجم خان نجم خان را یونس و خلیل کشت سید علی قمندان شارقی که با طرفداری از سلفی ها مشهور بود با صدها تن دیگر در جنگ با مخالفانشان کشته شدند جنگ بین سلفی ها و بدعتی ها سالها در مناطق زرده و سرغیلان بهارک وردوج جرم جریان داشت که صدها بل هزاران نفر قربانی گرفت ظهور طالبان در بدخشان در دوران جمهوریت در واقع پیامد اختلاف داخلی بدخشانی ها بود که از مردره جنگ های سلفی و بدعتی ها سر برآوردند در کران و منجان سالها بین ملارازق اسکازر و یمگانی ها به خصوص خستکی ها جنگ دوام داشت در دوران جمهوریت سالها بین قماندان عبدالملک اسکازر و شریف انجمن و همچنان بین قماندان ملک و برادر زلمه مجددی برای تصاحب معدن لاجور جنگ ادامه داشت تا اینکه طالبان آمدند و هر دو جنا را از منطقه راندن. در مرکز بدخشان در ابتدای جهاد صدها نفر در جنگ های ذات البینی به نام ملا و مکتبی کشته شدند. در درایم و گندمقل چه تعداد مردم در جنگ بین ملا، سید، امیر و حریفانش کشته شدند. در ولسوالی ارگو صدها نفر در جنگ بین مولوی خردمند حس و قماندان های جمعیت کشته شدند در تیشکان و در کشم چه تعدادی دیگر در جنگ جمعیت با قماندان عبدالودود جمع خان و بهادر مدافع برادران دکتر عمر کشم کشته شدند شهیدای کشم را کی کشت به همین ترتیب در ولسوالی های راغ بین مولوی عبدالعزیز و مخالفانش و همچنان در دروازها و جاهای دیگر بدخشان جنگ های خونی صورت گرفت بین ولسوالی درایم و کشم بالا یک گرده قریک کوچک است نامش فعلا به یادم نیست در این به اعتراف خود بدخشی ها صدها جوان در جنگ های ذات البینی کشته شدند که اگر تمام دار و نداران آن قریه را بسنجی ارزش خون یک جوان را ندارد چه تعداد از اسماعیلیه ها در ولسوالی های کران منجان، زیباق، اشکاشم، شغنان و خواهان توسط وطندارانشان به خاطر اسماعیلیه بودن کشته شدند. با اطمینان برایت گفته می که در یکی از این حوادث خونین که در سراسر سر بدخشان صورت گرفت یک پنشیری نه دست داشت و نه حضور. امان گونه که حوادث مشابه بعدی نیست. اگر از این حوادث خبر نداری از آگاهان بدخشی موضوع را استفسار کن. آره، احمد مسعود در شرایط به سمت شمال رفت که اکثریت مناطق آن چنین حوادث خونین را تجربه کرده بود وضعیت در تخار و بغلان و کندز بهتر از بدخشان نبود در این ولایت نه تنها که جنگ های بین احزاب رقیب جریان داشت قماندان های جمعیت هم بین خود درگیر بودند مادون از مافوق اطاعت نمی کرد من باب مثال قاضی عبدالباری آمر ولایتی جمعیت بود که در دره زنگرت ولسوالی فرخار مرکز داشت و پیرگل آقا هم قمندان جمعیت در منطقه خسته بود قاضی عبدالباری از ترس پیرگل آقا از مسیر سرک رفت آمد کرده توانست و ناگزیر بود از طریق کوه رفت و آمد کند بسیاری از نیروهای جمعیت مصروف منازعات و داخلی بودند و جوانان زیادی قربانیان شدند تنها در منطقه گزستان کلفگان به اطراف مردم محل بیش از 400 نفر در جنگ های داخلی و جنگ با حزب کشته شدند و صدها تن دیگر در جنگ بین قماندان حسین خان نه جمعیت و زابط حیدر حزب در کلفگان و بین ملانادر حزب و جمعیت در رستاق و بین انجینیر بشیر حزب و قماندان های جمعیت در چهاب کشته شدند و این داستان خیلی دامندارتر است اما مسعود در سمت شمال چه کرد؟ وقتی احمد مسعود در زمستان 1364 به سمت شمال رفت اولا کوشید اختلافات داخلی فرماندهان جمعیت را حل کند و در بین جبهات آنها اماهنگی ایجاد کند برای مجاهدین قرارگاه های دائمی ساخت تا مجاهدین بار و دوش مردم محل نباشد برای هر قرارگاه تشکیلات منظم ساخت که هر یک از مسئولان نظامی، اداری، قضایی، مالی، تعلیمی و فرهنگی سایه صلاحیت و مسئولیت خود را بشناسند. برای هر ولایت و ولسوالی شورای علما تشکیل داد مجاهدین منطقه را به گروپ های محلی و قطعات ضربتی و مرکزی تقسیم کرد که از طرف مرکز تجهیز و تنویل می شدن. در قلمرو شورای نظار تا حد زیاد نظم و امنیت برقرار شد مردم احساس امنیت میکردند و مرجع بازخواست وجود داشت که به شکایات و مشکلات مردم رسیدگی کند جنگ های درونی جمعیت اسلامی کاملا مهار گردید در فرخار و ورسش که زمان آمر ولایتی جمعیت که از بیم کمین قماندان دیگر جمعیت از مسیر سرک رفت آمد کردن نمی توانست چون نظم و امنیتی برقرار شد که مردم می توانستند با جوال های پول بی خیال شب و روز از اول تا آخران رفت و آمد کنند واقعا نظم و امنیت ولسوالی فرخار و ورسج تحت حاکمیت مسعود مثال زده نیست. از کارهای مهم احمد مسعود در چهار ولایت شمال شرق اعمار صدها کیلومتر سرک است که قلمروهای مختلف شورای نظار را در ولایت بغلان تخار و بدخشان با هم وصل می کنند. از جمله سرک خواوک اندراب، اندراب اندراب نهرین نهرین خوست خوست خیلاب و اشکمش اشکمش سیاب پنچیر انجمن و کران کران دره یمگان و جرم زیباگ توبخانه و شاسلیم پاکستان پیو ورسج انجمن بدخشان و همچنان اعمار صدها باب مکتب تا سویه لیسه در این ولایت مسعود در شش سال حضور خود در سمت شمال علاوه بر تنظیم نیروهای جمعیت و حل مشکلات طلبینی آنها کوشش کرد با مجاهدین تنظیمهای دیگر هم رابطه و هماهنگی ایجاد کند و همکاری آنها را در نظم و ثبات مناطق و اماهنگی در عملیات نظامی جلب کند که با وجود مخالفت رهبران تنظیمها که تا حد زیادی در این کار موفق شد یک نمونه آن شهر طالقان است که بعد از آزادی مجاهدین حرکت انقلاب مولوی خالص با جمعیت همکاری خوب داشتند از کارهای قابل یادآوری مسعود در سالهای پایانی جهاد تشکیل اردوی منظم است که در تشکیل آن علاوه بر مجاهدین ده ولایت شمال مجاهدین ولایت پنچیر، پروان، کاپیسا، شمال کابل، لوگر، ننگرهار، کابل، غزنی، لغمان نیز حضور داشتند. بخش از دستآوردهای نظامی مسعود در شمال را قبلا ذکر کرده. دو حادثه مهم امنیتی در اسنای حضور احمد مسعود در تخار اتفاق افتاد. یکی حادثه تنگی فرخار بود و دیگری کشته شدن وکیل سید محیودین در شهر طالقان حادثه تنگی فرخار بعد از ختم اجلاس هفتم شورای نظار در سال 1368 اتفاق افتاد که پیش از آن قماندانان جمعیت طالقان با سید جمال آمر حزب اسلامی تعهد و قسم کرده بودند که متعرض یکدیگر نشوند آمر صاحب بعد از ختم جلسه به قماندانهای طالقان گفت که از مسیر سرک و یک جا نروند که بالای سید جمال نمیتوان اعتماد کرد اما آنها نپذیرفتند و با وجود اثار و تاکید آمر صاحب از مسیری رفتند که در تنگی فرخار در کمین سید جمال افتادند و در این حادثه حدود 29 نفر کشته شدند مسعود مجبور شد که دست به عملیات علی سید جمال بزند که او را دستگیر و سپس اعدام نمود حادثه دوم قتل وکیل سید محیدین بود که در داخل مهمانخانه شورای نظار و در هنگام ادای نماز خفتن توسط رقیبان و دشمنان کشمی او صورت گرفت که به اثر آن بین آمر صاحب و یک تعداد کلانهای بدخشان خفگی و سردی به وجود آمد آقای جلال می تواند این ها را از منابع بی طرف اما مطلع پرسان کند حالا این استاد مسلکی فاکولته حقوق و علوم سیاسی بفرمایند و بگویند که کدام بدخشی روشنفکر و احمد مسعود پیش از رفتن به سمت شمال و بعد از آن برگبار بسته است آقای جلال از هزاران روشن فکر بدخشی تخاری قندوزی و بغلانی که ادعا میکنی آمر صاحب قهرمان ملی کشته است لطفا فقط یک نفر را رام بگیر که مستقیما و یا به امر او کشته شده باشد البته باید مستند باشد نمانند مانند گپهای همیشگیت هوایی و عقدهمندانه این آقا در جای دیگر ادعا میکند که پیش از این که پدر این یعنی احمد مسعود یک گام در راه مبارزه عدالت خواهانه بردارد ما هزار گام برداشته ایم. متوجه باشید تعداد بیشماری از عدالتخواهان خواهان را اینها قلع و قم کردند. ما از همش خبر داریم. در ولایت‌های های مختلف خصوصا در شمال شرق افغانستان. قبلا از استاد جلال من حیث آدم مبارز و عدالت خواه نشنیده بودم. بله شنیده بودم که میگفتند که استاد فاکولته حقوق و آدم قال مقالی عصبی ما متعصب است در صحبتهایش ادب نزاکت و عفت کلام را مراعات نمی کند این توصیف درست بوده است چنان که در جریان مصاحبه با یک رسانه جهانی جانب مقابل خود را گوساله گفتیم بله استاد جلال را با این صفات و ویژگی ها اما به عنوان مبارز عدالت ها قطعا آدم مبارز و عدالت واقعی هرگز به اشرفغنی فاشیست که فاشیزم تباری و تعصب قومی او و فساد دستگاهش از هر من از شمس بود آن هم در دور دوم انتخابات کمپاین نمی کند و دکتر نجیب را قهرمان ملی نمی خواند مگر اینکه که پرده تعصب عقده و حسد چشم او را کور و گوشش را کر کرده باشد اگر منظورت از عدالت خان طاهر بدخشی باشد خدمتت عرض شود که تایر بدخشی و دستگیر پنچیری از هر دو از موسسان حزب دموکراتیک خلق بودند و حفیظ آهنگرپور و بهرودین باعث یک جا در بدخشان جنگیدند و در همان جا دستگیر شدن و بعد خلقی ها اردو را در پل چرخی ادام کردند اگر منظورت گروه سازا و سفزا باشد که تو آنها را گروه مردود و بدنام ستم میلی تعریف میکنی اینها در زمان دکتر نجیب در چند ولایت سمت شمال غنهای ملیشه داشتند و در مقابل وطنداران خود جنگیدند و از حکومت داکتر نجیب که بسیاری این گروهها حالا او را به فاشیزم قومی متهم می کنند تا آخرین روزهای سقوط رژیم دفاع کردند. پس آن هزاران گامی را که می در عرصه مبارزات آزادی خواهانه برداشته ای کدام ها در عرصه مبارزات فرهنگی هم اگر پنجیره بیش از دیگران سهم و فعالیت نداشته باشند کم هم نبودند. بحث استاد ربانی و احمد شامسود را کنار بگذارید که آنها به شما مربوط نمی زیرا خود میگویی که نه از جمله آنها بوده ای و نه علاقمندشان هستی و نه با آنها افتخار میکنی هر از این دو شخصیت بزرگوار ویژگی ها و برجستگی های خود را داشتند که افراد امثال تو همواره در نقش فتیله نفاق و اسفین تفرقه میان این دو شخصیت بزرگ و در مجموع بین تاجیکان بخصوص بدخشان و پنشیر عمل کرده و تا می با آتش نفاق بنزین ریخته و به اختلافات دامن زدن. آقای جلال در جای دیگر پنچیرها ها را با طالبان به مقایسه می گیرد و خطاب به پنچیرها ها می گوید. شما نسبت به طالبان بسیار عقب هستید. طالبان بسیار ظرفیت بلند دارند و شما هیچ ظرفیت ندارید. بله کاملا درست می گوید استاد. طالبان با یک گساله گفتن تو را به زندان انداختند با مشتای محکم به سر و رویت کوبیدند و بالای توبه نسو خواندن. اما پنچیرها ها که سالها آنها را دشنام دادی و با آدرس آنها تهمت زدی و جفنگ سردادی با نهمیت ندادن و کسی متعرض تو نشد در حالی که به اطراف خودت همه امکانات را در اختیار داشتند و می توانستند توبه سختتر از طالبان تو را بدهند و بالایت خط بینی بکشن اما این کار را نکردند چون قصاوت طالبان را نداشتند از اینجا به بعد استاد جلال نه تنها که انان انصاف بلکه نیمه عقلی را که بر سرداش نیز از دست میدهد و به خیال از قضاوت دیگران میگوید در تاریخ ده های اخیر اینها یعنی پنچریان اشتباهات کردن که نابخشودنی است ما را خرد و خمیر امینها کردن ذلیل و بیچاره امینها کردن و بالاخره مخالفین را تقویت امینها کردن اشتباهات ایشان سبب ظهور و پیشرفت طالبان شده باید اینها اعتراف کنند که بسیار خطاها کردن خطاها در دوران جهاد کردن خطا وقتی کردن که آمدن قدرت سیاسی را گرفتن باز در دوران مقاومت بسیار اشتباهات کردند به خصوص در این 20 سال چیزهای کردن چیزهای کردن نابخشودنی است ما را تبا و برباد و رسوا کردند حتی با هشدار توصیه آمیز همه مردم افغانستان را مخاطب قرار می دهد ها یک مانع بزرگ هستند سر راه مبارزات و عدالت مردم افغانستان باید این را هر هراتی هر بدخشی هر قندهاری و هر هلمندی و هر پروانی و هر خوستی و هر ننگرهاری بداند مانع عمده در مسیر مبارزات آزادی بخش مردم افغانستان کیها هستند تهمت میزنند توته میکنند این لاتعلعات استاد آشفته حال ما آنقدر سخیف بی بنیاد و مانند گوینده آن باطل بی که اصلا نیازی به پاسخ دادن ندارد آقای جلال اگر تاریخ را خوانده باشی میدانی که تاجیکان ساکنان اصلی و بومین سرزمین هستند که از هزاران سال پیش در سراسر این مرز و بوم بودند اما بفرمایید بگویید که از ختم دوره سامانیان در قرن چهارم به بعد تا سی سال قبل گاه فرصت حکومت کردن را با جز از دوره کوتاه و نمه های امیر بلای کلکانی پیدا کرده بودند این اقتدار سیاسی را چه کسی به تاجیکان به بار آورد همگان میگویند دوست و دشمن که احمدشاه مسعود مسئول مخابره جمعیت در پشاور برایم گفت که در آخرین روزهای حکومت دکتر نجیب بنیانسیوان نماینده سرمنشی ملل متحد به دنبال رهبران و مجاهدین میگشت تا تعهد آنها را برای تشکیل حکومت مشترک با حزب دموکراتیک خلق بگیرد آمر صاحب با استاد گفت که استاد تا چند روز خود را بگیر و نده تا ما کارهای خود را جمع جور کنیم استاد برایش گفت انجینر صاحب تو در این چند روز چه معجزه می کنی بله معجزه مسعود بود که رژیم را در مدت کم وادار به تسلیمی بی قید و شرط ساخت یک هفته در چاری کار انتظار کشید تا حکومت مجاهدین در پشاور تشکیل شود و قدرت را از حکومت نجیب تحویل گرفت در حالی که حکومت کابل به احمد شا مسعود اعلام تسلیمی کرد اما او داخل کابل نشد تا زمینه و بهانه برای گروه های دیگر فراهم نشود که هر کدام خودسرانه داخل کابل شوند که خواهی نخواهی جنگ صورت میگیرد. اما متاسفانه اوزا برخلاف برنامه مسعود انکشاف یافت و جنگ های خانمانسوز در پایتخت صورت گرفت خوشبختانه اسناد کافی وجود دارد که برایت مسعود را نشان می دهد. خوب اگر گرفتن قدرت سیاسی اشتباهی مسعود بود پس تاجیکانی که امثال تو برای از دست دادن اقتدار سیاسی تاجیکان در کنفرانس بن مینانند و موی می کدام اقتدار سیاسی بود که از دید آنها پنچیریان آن را به مأموریت دولتی تبدیل کرده معلوم است همان گونه که آقای جلال چشم گوش خود را برای دیدن و شنیدن حقایق تاریخی بسته مغز خود را هم تعطیل کرده است آیا این همان اقتدار سیاسی نیست که مسعود قهرمان بعد از سالها مبارزه نفسگیر و پر از مخاطره در نتیجه شجاعت، مهارت و کیاستی که داشت به دست آورد و یک دوره اقتدار را برای تاجکان رقم زد و پنج سال تمام برای بقای دولت اسلامی تحت رهبری استاد ربانی جان تلاش کرد تا اینکه در این راه از جان خود مایه گذاشت آیا در تاریخ معاصر افغانستان تاجیکان مردی به صلابت و عظمت شخصیت مسعود دارای تاریخ و درخشان و پر افتخار دارند قضاوت را به دیگران و میگذارد پنشیر این افتخار را دارد که در چهل و چند سال گذشته هیچ گروه تروریستی و دهشت افکن و سلفی مشرب مخرب نتوانسته در میان مردم آن دیار راه و امکان نفوذ پیدا کند که امنیت منطقه را اخلال کند و یا از اهالی آن برای گروه های تروریستی و جنگ های نیابتی سربازگیری کنند در رای پنچیر در دوران جهاد و مقاومت و همچنان در دوران جمهوریت از بهترین امنیت برخوردار بود امین افتخار کافی است که در طول 20 سال دوره جمهوریت سراسر این ولایت چنان از امنیت 100 درصدی برخوردار بود که مردمانی که توان رفتن به خانه ها، قشلاق ها و ولسوالی های خود را نداشتند به پنچیر می آمدن و مورد استقبال، مهمان نوازی و احترام اهالی آن قرار می گرفتند. آقای جلال اگر فسیهودین، امانودین و هزاران پیشمرگه دیگر که امروز برای تحکیم حاکمیت و طالبان و سرکوب مخالفان آنها در مناطق تاجیک نشین به حیث لشکر اجیر و پیشمرگه فرستاده می شوند و میجنگند و جنایت میکنند. اگر از پنشیر می بودند در این صورت قضاوت تو چه می بود؟ ما خود این چیزها را برای کسی نکشیده ایم. اگر تهمت نمیزدی و دشنام نمی دادی هرگز نمی گفتیم چون می دانم اگر بدخشان مزوران مانند اینها دارد مجاهدان و مقاومتگران با افتخاری را در گذاشته و حال هم دارد ما به انصاف نیستیم و جرم هر کس را به نام خود او ثبت و یاد می کنیم و جرم را فردی می دانیم. اگر پنچیریان هیچ افتخاری نداشته باشند امین کافی است که در سال 1375 همه افغانستان تسلیم طالبان شد فقط دره پنچیر بود که از اعماق آن دره احمد شاه مسعود رحمت الله علیه با صدای رسا و پرصلابت خود به جهانیان اعلام کرد اگر بر اندازه کلاه هم در افغانستان جای داشته باشم مقاومت می کنم بله از همین سخن تاریخی و با سلابت مسعود از پنچیر و قله های هندوکش پرچم استادگی در برابر طالبان و پاکستان بلند شد و از همین جا مقاومت اول کلید خورد و محور مقاومت ملی برای همه مق... مردم افغانستان قرار گرفت بار دوم نیست 33 ولایت افغانستان چه در اثر توتعه و چه بدون آن به تصرف طالبان درآمد تمام سلاح امکانات دولت در 33 ولایت در اختیار آنها قرار گرفت باز هم پنشیر یگانه ولایتی بود که تسلیم طالبان نشد مردم پنشیر ایستادن و مردانه در برابر نیروی شکست نپذیر طالبان اعلام مقاومت کردند اما پیشمرگه های تاجیک در همچو شرایط با مردم پنشیر چه کردن؟ آرمان عمده فسیودین این بود که همزمان با حمله طالبان از استقامت های دیگر از راه انجمن بر پنشیر حمله کند که این کار صورت گرفت و آرمان فسیح الدین تحقق یافت آقای جلال اینها حقایق تاریخی هستند که در چند قدمی و در پیش چشم همه ما صورت گرفته است یک استاد علوم و تحلیلگر سیاسی حسابی نباید از تاریخ به ادلا باشد یک استاد حقوق نباید از روی عقده چشم خود را پت کند و دهن را باز و چوتنداز هرچه به دهنش آمد به نام تحلیل سیاسی بگوید و خون دهاتن از بهترین جوانان و مقاومتگران پنجشیری را که در دو سال گذشته به شهادت رسیدهاند نادیده بگیرد آقای جلال خود را ناف زمین میپندارد. گمان کرده تمام های منفی در برابر گب های پوچ و پله او در شبکه های اجتماعی ابراز شده همه سازمان یافته و از اتاق فکری که به همین منظور ایجاد شده رهبری و مدیریت می شود وی میگوید بچه احساساتی را کی اداره می کند کی رهبری می کند و برایشان فکر می دهد که اینها را تبلیغ کنید گمان باطل آقای جلال بر این استوار است که کلید آن و آف تمام کسانی که از وی انتقاد کرده و یا در قبال گفته های توهین آمیز او به آدرس پنشیریان عکس عمل نشان دادن در دست احمد مسعود است که به یک سویچ روشن و خاموش میشن زیهی فکر و خیال باطل تو که اختیار دهن خود را نداری چطور از احمد مسعود شکوا و توقع داری که بتوان هزاران کاربر شبکه های اجتماعی را که امروز در هفت اقلیم جهان تیت و پراکندند و شما به حیثیت و تاریخشان اهانت کرده اید کنترل نماید تا خاموش باشند و منتظر درفشانی های بعدی تا. اگر عقلی در سرداری کمی آن را به کار بینداز که این توقع تو غیر واقعی نه بل احمقان است. بعد از این آقای جلال توسن پنجشیری ستیزی را در میدان به بی انصافی بیشتر جولان میدهد و میگوید اینها یعنی پنشیریان آبروی تاجیک را ریختاندند تاجیک را بیاب ساختند تاجیک عزت دارد استغنا دارد آبرو دارد و مفاخر ملی دارد و تاجیک پاسدار مدنیت بزرگی به آریانا و خراسان و افغانستان است و تاجیک در قلب تمام باشندگان افغانستان جای دارد و تاجیکان از محبوبیت در بین پشتونها، ازاره ها، ازبک ها، بلوچ ها، نورستانی ها، سادات و سایر اقوام برخوردار بودند. امروز اینها تاجیک را چی جور کردند؟ گاه خراسان میگوین، گاه تجزیه و گاه ایالات متحده خراسان میگوین. از تاجیک استفاده ابزاری میکنند و بدنام میکنند و بدنام هم کردند. برادران هزاره ازبک از دست اینها گوشگیری کردند. و یک تعداد زاد تاجیک های کابلی، هراتی، مزاری، پروان و کاپیسا گوشه کردند دو مردم غزنی. از گفته های آقای جلال چونین برمیاد که تاجیکان را همانند گله از موجودات بی اراده و فاقد اختیار فکر کرده که پنچیریان در چهل سال گذشته حیثیت چوپان و پادبان عموم تاجیکان را داشتند که آنها را به هر طرفی که خواستند بردن و در هر سوقی عرضه کردند و به هر قیمتی که خواستند فروختند. آیا بیشتر از این می شود قوم بزرگ تاجیک را مسخره و توهین کرد وقتی می گویی که تاجیک همه چیز است و همه چیز داشت پس چطور ممکن است توسط یک اقلیت که تو آنها را نادان معرفی می کنی به این آسانی و ارزانی فروخته شوند آقای جلال اگر تاجیکان در قلب پشتونها جای داشتند پس این مبارزه ای عدالتخانه ای تو و همفکرانت برای چه بود و است آیا شما پشتونها را غاصب حقوق تاجیکان و اقوام دیگر نمی گفتید و حالا هم نمی آیا تایر بدخشی سمت و سوی مبارزه خود را برای رفع ستم ملی علیه شعونیزم پشتونها تغییر و استقامت نداد؟ آیا مدعیان پیروی او امروز افغان را با عنوان عنصر نامطلوب و قومی آشتی در افغانستان یاد و معرفی نمیکنند؟ آقای جلال خراسانخواهی پیش از این که شعار پنشیری ها باشد دایه بدخشی هاست. بسیاری آنها و در رأس آقای پترام وطن دارد نام افغانستان را جهلی می و نام اصلی کشور را خراسان می و ادعا دارند که برای اعاده این نام مبارزه می کنند یکی از انتقادهایی که هواداران جریان ستم ملی بر احمد مسعود دارند و علیه او تبلیغ می کنند باور او به با اسلام افغانستان و وحدت ملی است که افغانستان را برای همه اقوام ساکن افغانستان می خواهد. آقای جلال به هر اندازه که در سخنرانی غرای خود پیش می رود بیشتر از جاده انصاف و عقلانیت دور می شود و گستاخیش بیشتر می گردد. چنان که می گوید وقتی من علم مبارزه را بلند کردم احمد شاه مسعود در آن وقت معنا و مفهوم مبارزه عدالت را نمی فهمید و با تفنگ خود هزاران هزار جوان عدالت را تیرباران کرد و به مسلسل بست. امروز اینها هر چیزی دارند و ندارند اندیشه ها و تفکرات ماست. اینها چه دارند؟ به به چه مبارزه ای عدالت خواهانه ای و چه فیلسوف ناشنایی عیب از ماست که نام این مبارز بزرگ را نشنیده و نشناخته بودیم و از وجود گوهر کمیاب و مدفون در خرابه های گمنامی به بودیم این مبارز عدالت در کجای افغانستان علم مبارزه را بلند کرده بود که هیچ کس او را ندید و هیچ گوش سخنان و تفکرات او را نشنید این استاد در این بخش از یاوگویی های خود از چهره انسانی احمد چامسود چنان تصویر ارائه می دهد که گویا مانند جلادان تاریخ مبتلا به بیماری سادیزم بوده و وظیفه جز کشتن انسان ها و آن هم جوانان عدالت خواه است. مسعودی که دشمنانش سالها با او جنگیده بودند او را دشمن جوانمرد تعریف می اما این کلپوک او را قاتل معرفی می کند. اعتراف جنرالان روسی را بخوان که درباره شجاعت و شهامت و انسانیت و او چه گفتند؟ طالبان از زبان زبیلا مجاهد به برخورد انسانی او و این که اسیران را نمیکشت و نان و غذای خوب میداد اعتراف میکنند مسعودی که حکمتیار دشمن دیرینه و آشتیناپذیر خود را صحیح و سالم به مقصد رسان اسدالله سروری جلاد استخبارات خلقی یا عکسا و جمعه اتسک را نکشت و رهایشان کرد و دکتر نجیب جلاد خود را پنج سال در دفتر سازمان ملل واگذاشت و به دو معترض نشد دهم سال دیگر اما این روانی او را قاتل هزاران عدالتها معرفی می کند قبلا هم از این دهن بیلجان برآمده بود که مسعود هزاران روشنفکران را در ولایات مختلف کشته است او آن آدم کشته که حکمتیار یعنی قصاب کابل نکشته است تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل قبلا هم گفتیم که اگر او بتواند عوض هزاران نفر در مجموع ده نفر روشنفکر را با اسناد و معتبر و نام بگیرد که توسط احمد چا مسعود تیر باران و با مسلسل بسته شده است من تعهد می کنم که بقیه گپهای او را می پذیرم. آدم مصاب به بیماری روانی حافظه درست هم ندارد یا چنان که می گویند دروغگو حافظه ندارد این آدم از یک سو از زور خود و قدرت تاجیکان در افغانستان لاف می زند و در برابر آنها پنچیری ها را اج می شمارد اندکی بعد چنان مظلوم نمایی می کند تو گوی گدای است لابه و زاری می کند و می گوید ما بیچاره مردم هستیم دست ما خالی است ما را بمانند که زندگی کنیم و نظریات خود را به مردم افغانستان شریک کنیم تو را چه بلا زده حالا که در آلمان هستی نان و آبت می رسد جای آرام هم داری هرچند اصابت نارام است در مصاحبه های تلویزیونی چهار ساعته حاضر می شوی استاد مشهور حقوق و تحلیلگر برجسته سیاسی افغانستان هستی چرا به عوض یاوگویی و تیشه و ریشه خود زدن لابی نمی کنی و در مراکز تصمیم گیری غرب نفوس پیدا نمی کنی و مانند خلیزاد اشرفغنی حامد کرزه نمی شوی. چه کم داری؟ چرا پشتون ها این کار را کرده می اما تو نمی توانی؟ آیا می خواهی بار ملامتی و بیکفایتی خود را به گردن پنشیری ها کی مانع زندگی تو شده که زندگی آرام نداشته باشی فقط توقع امین است که لجام دهنت را نگه دار و از چرند گفتن و دروغ و اتهام بپرهیز دیگر با تو هیچ پنچیری مشکل ندارد فقط همین یا وظیفه داری در میان تاجیکان نفاق افغانی کنی چنان تا حالا کرده ای اینجا دیگر جلال بیشتر چهره حقیقی خود را نمایان می سازد و از اشتراک در جهاد و مبارزه مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی و همفکری با مجاهدان اعلام برائت می کند که ما نه در مبارزات آنها بودیم و نه علاقه داریم و نه کدام افتخار هم میکنیم خط فکری ما جدا بوده و باور ما این است که جامعه افغانستان را بهتر از اینا شناختیم از نظر سیاسی اجتماعی فرهنگی و تاریخی خوب است که این افتخار نصیبت نشده که شایسته آن هم نیستی تو میگویی که در حزب خلق و پرچم نبودم و در گروه بدنام ستم ملی هم نیستم و در جهاد و مجاهدین هم نبودم با آنها هم علاقه نداشتم و ندارم پس خط فکری تو چی بودم؟ یا در طول زندگی آدم پلبینی بوده ای که به نرخ روز و مطابق ایجاب شرایط رنگ می گرفتی یک ویدیو را دیدم که در محفل بقایای حزب وطن سخن پرانی داشته که با دهن پر از دکتر نجیب به عنوان قهرمان واقعی افغانستان یاد کردی در انتخابات سال 1398 برای اشرف کمپاین کمپین کردی آیا این کارها و این گفته ها چهره یک انسان بی هدف و پلبین را به نمایش گذارد آقای جلال به ادامه حرفهای بی بنیادش میگوید اینها در کابل چه کردند فساد را در کابل کی رایج ساخت در ولایت مختلف کی رایج ساخت بوی گندیده اینها در بیرون مرزها به افلاک رسیده گپ نیز در قاچاق کی بوده در اختطاف کی بوده در ترور و زنبارگی کی بوده در جنایات سازمان کی بوده در پولشویی کی بوده و در صدها پستی و کارهای دیگر صورت گرفته و شمول انتحار و کارهای دیگر که مشترک در حمایت گروه های و تروریستی عمل کردن و نان و چای دادند حال گردن کلوفت می میگردند ظاهرا روان پریشی آقای جلال در اینجا به مرز جنون رسیده که فساد چهل میلیون نفوس افغانستان را یک قلم در پای پنجشیری ها می نویسد و دوسیه فساد در افغانستان را می بندد. توگوی رئیس خدایداد، حبیب استالف، احمد ولی کرزی، محمود کرزی، لالای حمیزی، فاروق وردک، عنیف حتمر، فضلی محب، کامران علیزی، آجی بشیر نورزی، نظام الدین قیصاری، عباس دالر، اختر لوچک، آجی ظاهر، الله خالد، زاخلوال، اگلیل حکیمی، هماین قیومی، معصوم استانگزی، زیالحق امرخیل، ملا ترخیل، علاگل مجاهد و هزاران فاسد، خائن، جنایتکار، قاچاقبر، اختطافچی، تروریست و انتحاری که در 20 سال دوره جمهوریت شهرت ملی و بین المللی یافتن همه پنشیری بودند که از ولایت دیگر تذکره گرفتند چیزی که به همه جهانیان و برای مردم افغانستان واضح و معلوم است که پنچیر تروریست و انتحاری نداشت و ندارد یک نفر از گروه داعش را که امرالله صالح فضولی کرده و به نام پنچیری معرفی کرد از پنچیری هایی بود که اجداد او سالها قبل به ولایت بغلان رفته بودند اما در بدخشان امین حالا هزاران عنصر تروریست سربکف داخلی و بین المللی وجود دارد غنها و قطعات انتخابی دارند که نه تنها امنیت افغانستان بلکه امنیت کشورهای آسیای میانه را تهدید میکنند. استاد روانپریش که در فایل سوتی نیم ساعته از وارد کردن هیچ اتهام و دروغی بر پنشیریان دریغ نکرده و هرچه به دهن بیل آمده به آدرس خرد و بزرگ پنشیر حواله داده و پنشیریان را شر خالص و شیطان مطلق معرفی میکنند. با آن هم دلش یخ نکرده و بار دیگر زبان به تهدید میگوشد که تا حال هیچ چیزی درباره اینها نگفته ایم و ما را مجبور نسازند که آنها را از ریشه و بنیاد معرفی کنیم و این کار را به زودی خواهیم کرد چند آدم مسخره و بی‌معنا پوچ و گنده از پرچم پیدا کردند و چند تا از بقایای گروه بدنام و مردود ستم ملی پیدا کردند و چند آدم بدبخت و مردود از گروه های خود آقای جلال آنچه را که نگفته ای و به روز مبادا مانده ای چیست تو که لجام دهن خود را در اختیار نداری باورم نمی شود که چیزی در چانته داشته باشیم او که تعصب و حسادت چشمش را کور کرده با عصبانیت می پرسد کدام مقامت؟ کجاست مقامت؟ این چه مقامت است؟ فقط ریگستانی که شاگردم در حقوق بود آدم لایق و آدم با نجابت است آقا تو که چشم گوش خود را در برابر دیدن و شنیدن حقیقت بسته ای یقینا که مقامت را هم نمی بینی و اخبار آن را نمی شدمی. تو که خون حدود 300 تن از مقاومتگران پنچیری را که در دو سال گذشته در جنگ و مقاومت در برابر طالبان به شهادت رسیدن نادیده میگیری در واقع کور و کر مادرزاد استی آقای جلال بعد از این لبه شمشیر اتهامات را به طرف غیر پنچیری حرکت میدهد و به جانب مقابل خود می گوید چند روز پیش کسی دیگر از وطنداران شما مرا متهم کرد که آن آدم رزیل اصلا مرا نمیشناخت که من کیستم لچکا و جاسوسانی که سابق در ستم ملی بودند و به خاد رفته بودند و مرا هر چی گفته بودند در ریاست پنج بودند و در حقیقت انقلاب سور شاید منظور شاقای پتران باشد بودند جز جاسوسی کاری دیگری نداشتند به ها گفته بودند که اینها مخالف تعامل با روسا هستند و مخالف حزب دموکراتیک بعد گفته بودند که او را دیوانه معرفی میکنیم یک تعدادشان را بندی میکنیم و حتی خطرناک هایش می میکشیم ما در لست کشتگی ها بودیم تصادف که کشته نشدیم و پس آن در لست تخریب دیگر چیزها بودیم حال همین گپها ها را همین جاسوزک ها که در درون گروه بدنام ستم ملی قرار دارند و می که دیوانه است و خائن است یعنی هر کس که از سخنان و پوچ و پله تو خوشش نیامد و از تو انتقاد کرد لچک و جاسوس است چه قضاوت آسان و بی‌دردسر جلال در اخیر از خودش تعریف می کند که گپهای های سرمنشی سازمان ملل امان گپهای من است که در برنامه دیدگاه تلویزیون افغانستان انترنشنل داشتم یا وگوی جلال و اقتباس سرمنشی سازمان ملل از آن اگر راست باشد واقعا جالب است پس وای به حال ما و وای به حال نهاد جهانی سازمان ملل هرچند آقای جلال گپهای خود را به آخر میرساند اما باز هم از اختار داردن پنچریان دست بردار نیست چنان که میگوید ما تا هنوز هیچ چیزی نگفتیم یادشان باشد که ما بسیار چیزها به گفتن داریم اعماق ارتباطات اینها را با کجیبی اعماق ارتباطات اینها را با آیس آی و اعماق ارتباطات اینها با استخبارات منطقه و جهان را ما اطلاع داریم اسامه بن لادن را کی به افغانستان آورد چارتر کرده و نگرها را آوردن و در جلال آباد پایین کردن بله تا حال هیچ چیزی درباره پنچریان نگفته ای. فقط آنها را نوازش داده ای و از خوبی هایشان یاد کرده ای. از این بابت سپاس گذاریم. تشکر خداوند جورتان کند. نمیدانم که این آقا چطور شد که استخبارات فرانسه و انگلیس و موساد و سیاهی و راوا را از لیست خود کشیده که پنجیره ها همزمان با هر کدام اینها ارتباط داشتند. استاد جلال ای کاش در پنجیره ها اینقدر مهارت و ظرفیت می بود که همزمان با استخبارات کشورهای منطقه و جهان که دارای منافع متضادن ارتباط می داشتند که امروز نه خودشان به این حال و روز می رسیدند و نه تو مجال و پروپاگند و یا و سرایی علیه آنها را پیدا میکردی بله بلادن در زمان ریاست جمهوری و صادربانی به جلال آباد آورده شد در آن زمان جلال آباد تحت حاکمیت شورای مشرقی بود شورای مشرقی از تنظیمهای های مختلف جهادی تشکیل یافته بود بیش از این که با کابل ارتباط داشته باشد و اتحاد پذیر باشد با آی, ای, اس آی رابطه داشت. این همان شورایی بود که رهبران تنظیم ها را به شمول استاد رئیس جمهور یک هفته در جلال آباد تحت الحفظ قرار داد تا به تفاهم برسند در همین شورا تصویب کردند که احمد مسعود از وزارت دفاع برکنار شود شاید از این گپ که همه جهان خبر دارد با خبر باشی که تنظیم القاعده همان گروه تروریستی بود که دو عنصر آن مسعود را با انجام یک عملیات انتحاری از بین بردند مسعود همان قدر فراست داشت که دوست و دشمن را از هم فرق کند چنان که وقتی به دیدار رهبران طالبان به میدان شهر رفت در یک جلسه مختصر به ماهیت طالبان پی برد و در بازگشت گفت باید کمر مقاومت را در برابر اینها بست که برنامه پاکستان است و از خود اختیاری ندارند چیزی که دیگران سی سال بعد به آن پی بردن استاد روانپری شما در آخرین لحظات و فایل سوتی آه سردی میکشد و میگوید چه بگم صد افسوس چه بگم هیچ نگو اگر باز هم چرند میگویی و یا و می سرایی دروغ میگویی و اتهام میبندی چه بهتر که زبانت لال باشد تا خودت از شر آن خلاص شوی و هم دیگران نکته قابل توجه استاد جلال در اخیر میخواهم برای صادقانه اطمینان بدهم که این مطلب را کسی نوشته است که هیچ ارتباط با جاهایی که تو گمان میکنی علیه تو توتع تو تو میکنند و نوشته ها را سازماندهی میکنند ندارد و نه در نوشتن آن با هیچ کس و مرجع مشورت کرده که چی می نویسم و چه باید بنویسم نه احمد مسعود و دوشنبه نشینان از آن اطلاع دارند و نه اتاق فکر مشهد هدف اول و آخری نوشته بیان عقایق است که عمدن و زورن کتمان شده و دفاع از یک قهرمان واقعی که در گفته های سخت مورد بیمهری و ظلم قرار گرفته است برای خودم توفیق و برای بیماران شفاه می خواهم و سلام